سلام و وقت شما بخیر. به سرویس خبری ساعت 6 هزار ورد با من فریده فانوس خوش آمدید. اکنون هم سرخط مهمترین خبرها. طالبان در دایکندی فیلم و عکس برداری را ممنوع کرده اند. طالبان در یک نمایشگاه معتبر تفنگ به نمایش گذاشتند. همزمان با محدودیت‌ها بر رسانه‌های تصویری، وزارت دفاع طالبان رادیوی خود را فعال کرد. طالبان 40 باشنده یک روستا را در نیمروز بازداشت کرده اند. دادگاه عالی اسلام آباد دستور آزادی همسر عمران خان را با قرار وثیقه صادر کرد. و در اخیر نفوذ پهپادهای حزب الله تا اتاق خواب نتانیاهو. مشروع خبرها. در ادامه روند ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان از سوی طالبان در کشور، منابع محلی در دایکندی میگویند که این گروه خبرنگاران را از عکس و فیلم برداری ممنوع کرده است. منابع روز چهارشنبه 2 عقرب به هزاره ورد گفتند که کمیته تطبیق قانون تازه توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر طالبان در دایکندی روز گذشته به تمامی خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت دستور داده است تا پس از این از گرفتن عکس و ویدیو خودداری کنند. این گروه به فعالان رسانه‌ای هشدار داده است که در صورت تخلف از این امر به شدت مجازات خواهند شد. گفتنی است که طالبان طی یک هفته گذشته نشر تصاویر زنده جان را در ولایت‌های تخار، میدان وردک و بادغیس ممنوع کرده اند. همچنان بررسی‌های هزاره ورد از وبسایت وزارت تحصیلات عالی طالبان و وبسایت دانشگاه‌های کابل، هرات و بلخ نشان می‌دهد که روند حذف تصاویر زنده جان از سوی این گروه در حال اجرای شدن است. طالبان در نمایشگاه تولیدات افغانستان در قزاقستان تفنگ به نمایش گذاشت. معاون نخست وزیر قزاقستان در نشستی با خبرنگاران تایید کرد که در این نمایشگاه سلاح آورده شده بود. او گفت که این سلاح‌ها را در بخش عتیقجات به نمایش گذاشته بودند که قابلیت شلیک نداشتند. رسانه‌های قزاقستان روز چهارشنبه 2 عقرب گزارش دادند که نمایشگاه محصولات افغانستان در آلماتی بحث‌های داغی را برانگیخته است. طبق گزارش‌ها، توجه قزاقستانی‌ها در این نمایشگاه نفرش و جواهرات بلکه شمشیرها و تفنگ بود. همزمان با تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های دیداری، وزارت دفاع این گروه از آغاز فعالیت رادیو صدای خالد خبر داد. وزارت دفاع طالبان گفته است که این رادیو در قول اردوی 201 آغاز به نشرات کرده است. طبق خبرنامه وزارت دفاع طالبان، این رادیو هر روز در یک بازه زمانی مشخص به صورت زنده نشرات خواهد داشت. وزارت دفاع طالبان میگوید که این رادیو به انتقال احکام اسلامی و شرعی خواهد پرداخت. این رادیو در حال راه اندازی شده که منابع معتبر به هزاره ورد گفتند طالبان قصد دارد نشرات تلویزیونی ملی افغانستان را متوقف کند. منابع محلی در نیمروز میگویند که طالبان دست کم 40 تن را به دلیل آگاه کردن مردم از ورود 3 جنگجوی این گروه به خانه یکی از باشندگان این ولایت بازداشت و زندانی کرده اند. منابع محلی روز چهارشنبه 2 عقرب به هزاره ورد گفتند که 2 شب پیش 3 جنگجوی طالب در روستای حاجی عزیز ماککی واقع در ولسوالی کنک در حالی که هیچ مرد حضور نداشت وارد خانه یک که از باشندگان این روستا شده بودند. به گفته منابع هنگام ورود جنگجویان طالب اعضای این خانواده که هم زنان و کودکان بودند
به هدف بیرون راندن آنان فریاد زدند. بر اساس اطلاعات منابع، پس از اینکه طالبان به کمک مردم محل از این خانه بیرون رانده شده اند، دوباره با شمار زیادی از جنگجویان به این روستا هجوم آورده و دست کم 40 تن را با خود برده اند. هرچند دلیل ورود شب هنگام طالبان به این خانه مشخص نشده است، اما منابع از میان این گروه گفتند که هدف جنگجویانشان جستجوی مواد مخدر بود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که دادگاه عالی اسلام آباد حکم حبس بشرا بیبی، همسر عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را در پرونده اتهام فساد مالی تعلیق و دستور آزادی وی را با قرار وثیقه صادر کرده است. اکسپرس تریبون روز چهارشنبه 23 اکتبر نگاشته که گلحسن اورنگزیب، یکی از قاضیان دادگاه اسلام آباد، در نشست رسیدگی به پرونده فساد مالی علیه همسر خان موسوم به توشخانه 2 دلایل اداره تحقیقات فدرال پاکستان برای محاکمه بشرا بیبی را نپذیرفته است. با این حال حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری خان نیز اعلام کرده که حکم آزادی همسر نخست وزیر سابق این کشور از سوی دادگاه صادر شده است و دیگر هیچ پرونده علیه او وجود ندارد. در پرونده فساد مالی توشخانه، عمران خان متهم شده بود که در زمان نخست وزیری خود هدایای گران قیمت را که از سوی رهبران خارجی دریافت کرده بود بدون طی مراحل قانونی تصاحب و با این اقدام قوانین پاکستان را نقض کرده است. و پهپاد حزب الله لبنان مستقیم به پنجره اتاق خواب خانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در منطقه قصریه برخورد کرده است. تایمز آف اسرائیل روز سه‌شنبه 22 اکتبر گزارش داده که پیشتر انتشار تصاویر اصابت پهپاد به اقامتگاه نتانیاهو از سوی اداره سانسور ارتش اسرائیل ممنوع اعلام شده بود. بر اساس گزارش، این اداره اکنون مجوز نشر تصاویر را صادر کرده است. تایمز آف اسرائیل نگاشته است که به دلیل ضد گلوله بودن شیشه های پنجره منزل نتانیاهو، پهپاد بعد داخل خانه نفوذ نکرده است. طبق گزارش، در هنگام برخورد پهپاد، نتانیاهو و همسرش در خانه حضور نداشته اند. ساعات پیش حزب الله مسئولیت حمله پهپادی به منزل نتانیاهو را بر عهده گرفت.